سومین تب تنظیمات صفحه شماتیک مربوط به تعیین واحد صفحه شماتیک هستش که تو این قسمت ما میخوایم این تب رو براتون توضیح بدیم که به چه صورت شما میتونید حالت خصوص سازی و شخصی سازی صفحه شماتیک رو داشته باشید این تب از سه قسمت تشکیل شده دو قسمت بالایی مربوط به حالت ایمپریال یونیت و متریک یونت هستش که به این صورت که شما مشاهده میکنید از هم دیگه تفکیک شدن و حالت پایینی در مورد اون واحدی که شما اومدید انتخاب کردید یه سری توضیحاتی رو در این کات برای شما ارائه میکنید. حالت ایمپریال حالت واحد های میل و اینچ هستش و حالت متریک واحد های میلیمتر و سانتیمتر و متر در خودش داره شما میتونید با تیک که در این قسمت قرار گرفته شده واحد های مد نظر خودتون رو انتخاب بکنید که جزء دسته متریک باشه با این تیک و یا جزء دسته ایمپریال باشه با انتخاب این گزینه دسته ای متریک رو ما بیشتر به اون آشنایی داشتیم حالت میلیمتر و سانتیمتر و متر ما بیشتر از اون استفاده می‌کنیم تا حالت اینچ و میل برای تعیین واحد متریک که بر اساس میلیمتر باشه سانتیمتر باشه و یا متر میتونیم از قسمت متریک یونیک یوز استفاده بکنیم که به صورت پیش به حالت میلیمتر انتخاب شده ما اگر اون کلیک بکنیم میتونیم حالت های مختلف رو هم مثل سانتیمتر و متر رو مشخص بکنیم که صفحه شما توی که ما این واحد ها رو برای خودش در نظر بگیره یک حالت دیگر رو هم در این ما میتونیم مشاهده بکنیم که حالت هستش این حالت میکنه؟ این حالت بر اساس استفاده شما واحد رو تغییر میده مثلا اگه یک قطعه ای رو وارد بکنید و یا یک حالت استفاده ای رو داشته باشید که فاصله و طول مد نظر شما بیشتر از 100 میلیمتر باشه واحد شما از میلیمتر به سانتیمتر تغییر پیدا میکنه پس اگه حالت اوتو باشه به حالت پیشورز به حالت میلیمتر هست صفحه تنظیمات شما تا زمانی که قطعه ای رو و یا استفاده فاصله ای داشته باشید که بیشتر از 100 میلی متر باشه در اون حالت واحد شما به سانتی تغییر پیدا میکنه برای تغییر سانتی به متر هم به همین صورته که باید بیشتر از 100 سانتی استفاده شما باشه تا واحد شما به صورت خودکار به متر تبدیل بشه شما میتونید یکی از این حالات ها رو انتخاب بکنید و از حالت اتو خارج بکنید این واحد تنظیمات صفحه شما تیکشتون را بریم سراغ حالت ایمپریال حالت ایمپریال بیشتر مورد استفاده قرار میگیره چون قطعاتی که ما استفاده میکنیم تولیدات خارجی هستن و تولیدات خارجی بیشتر با واحد اینچ سر و کار دارن و شما با استفاده از واحد اینچ میتونید ابعاد رو دقیق تر وارد بکنید به همین خاطر معمولا از واحد ایمپریال استفاده میشه داخل واحد امپلیر امپریال همونطور که خدمتتون عرض کردیم ما میل و اینچ رو داریم میل همون حالت میلی متر در حالت متریک هستش خاطرتون هست که میلی که ما میخواستیم داشته باشیم برای تبدیل به متر زب در ده به توان سه میشد برای حالت میل در اینچ هم به همین صورته یعنی اینکه هر هزار میل برابر با یک اینچ هستش چون قطعاتی که ما استفاده میکنیم ممکنه از یک اینچ بعضی از خصوصیات اون کمتر باشه واحدی رو ما به حالت میل در اینجا داریم که میتونیم از اون استفاده بکنیم و این واحد به این صورت برای ما مشخص شده ما میتونیم میل و اینچ رو مثل حالت متریک از قسمت ایمپریال یونیت اس انتخاب بکنم استفاده بکنم اما یک حالت دی اکس بی دیگه در کنار اوتو قرار گرفته اوتو هم که مثل حالت اوتو متریک هستش با این تفاوت که شما اگه استفاده شما کمتر از 500 میل باشه حالت دیفالت واحد صفحه شما که شما همون میل هستش اما اگه بیشتر از 500 میل قطعه ای را وارد بکنید فاصله ای را تشخیص بدید و اندازه برای شما مهم باشه واحد شما به اینچ تغییر پیدا میکنه خاطرتون هست که واحد اینچ برابر با دو ممیز پنج سانتی متر هستش حالت DXB، حالتی هستش که هر واحد ده میل حساب میشه که شما میتونید همون حالت پیشفرز نرم افزار را قرار بدید که حالت دی اکس بی هستش توضیحات مختلف هم شما میتونید با انتخاب موارد دیگه ای که برای واحد های مختلف هست در قسمت مربوط به توضیحات واحد ها مشاهده بکنید و اطلاعات بیشتری و نسبت به مطالبی که بنده ارز کردم توسط این متونی که در این قسمت قرار گرفته به دست بیارید خب این از تب واحد های که تمام قسمت های اون رو ما مشخص کردیم اجازه بدین حالت رو به هم حالت دی که با حالت دیفالت هستش تغییر بدیم و بریم برای یک طب تمپلیت تا ببینیم در این تب ما میتونیم چه تنظیماتی رو برای صفحه شماتی که خودمون داشته باشیم